میشه تقریبا 50 گرم. یک اونم چیا سید بهش اضافه میکنیم. این بعدی به صورت اوریب میبوریش. البته میخوام بهتون یه غذای رژیمی یاد بدم، خودم تازه دارم انجامش میدم و نتیجه خیلی خوبی گرفتم. ببینید شکم من رفت دیگه، میبینید دیگه چیزی نمونده، از بالا سیکس پک هم داره در میاد، دارم تمرین میکنم تا 6 ماه دیگه یه بدن خوب میسازم. اما تمام رژیم اون علم و آگاهیه که تو دوران رژیم کسب میکنی. یه صبحونه خوب بهتون یاد بدم، ساعت 7 صبح بخورید تا ساعت 11 شما رو سیر نگه میداره، به خصوص کسایی که ورزشکارن، کسایی که فتکات دارن رژیم میگیرن که وزنشون رو بیارن پایین، حتی کسایی هم که مثل من کار سنگین فیزیکی دارن لااقل 4-5 ساعت رو معده‌شون میمونه و خیلی هم خوبه. میریم سراغش. یه شیکر میخوایم، من حالا اولش بهتون نشون میدم. من شیکر 5 تا خریدم، اینا رو همه رو خشک آماده میکنم و هم میریزم. یه لحظه من بذارید ببینم کجا گذاشتم. آه اینجاست، من پیمونم رو داخل این گذاشتم. ببینید این پیمونه منه، نگاه کنید پیمونه رو، میبینید اینو من وزن کردم. 4 تا از این پیمونه میشه تقریبا 50 گرم. یک این اوتمیل و میتونید همه جا تهیه کنید. 2, 3, و 4 این تقریبا 40 خورده گرم در میاد. اینم برندش، من اینو کلش تو استرالیا خریدم، 1 کیلوه، خریدمش 4 دلار یا 5 دلار. میگیرم تموم بشه چند وقتی هم دارمش. این از این، اینو میذارم کنار. و مهمتر از همه چیا سید، نگاه کنید چیا سید. یه چیزی در موردش بهتون میگم، داخلش امگا 3 داره، بلاد شوگر، قند بدنتون رو تنظیم میکنه، بیرون روی سیستم گوارشتون رو عالی میکنه. یعنی برای تو دوران رژیم خیلی دچار یبوست میشن که اصلا اون دیگه مرگ رژیمه، اما این از این مطلب جلوگیری میکنه. خب میایم اینجا، یه قاشق از همین پیمونه هم چیا سید بهش اضافه میکنیم. اینو تا اینجا داشتید. اما چیز دیگه که نیاز داره، من برند پروتئینمو بهتون نشون نمیدم برای اینکه تبلیغاتی نشه. نگاه کنید اینم پروتئینمه. در مورد پروتئین یه چیز بهتون بگم، بعد پروتئین ایزوله شده بگیرید، چربی نداشته باشه، شکر نداشته باشه، لو کرب باشه، کربوهیدراتش پایین باشه. حالا میتونید هر برندی که خواستید خودتون بگیرید. یه دونه هم من پروتئین بهش اضافه میکنم، پروتئین نشون نمیدم تبلیغ نشه، فردا بگم فیلمش تبلیغاتی. میایم کره بادوم زمینی، اسموتش هم میگیرم. چرا؟ چون خیلی راحت تو این حل میشه. یه قاشقم نگاه کنین، این پیمونه، یه قاشقم بهش، قاشق پروتوپول، نگاه کنید میبینی اینم بهش کره بادوم زمینی زدن. حالا یه مقداری هم تایمون گیر و گوری نیستیم، تو فیلم دیگه وقت هدر نمی کنیم. بحبش خوش مزن. حالا اینم که دارم لایت میلکه، 98% فت فریه، یعنی چربی نداره، اما تو خود شیرم باز شکر یه مقداری وجود داره برای کسایی که دایبتیک دارن. ولی یه شیرایی داریم بهش میگن اسکیم میلک، همه چیزش گرفته شده، خیلی عالیه برای دورانی که رژیمی نخواستید. اگه مشکل با خوردن شیرم دارید میتونید از آب استفاده کنید. من نصفیشو همیشه اینجا نگاه کنید، من نصفیشو همیشه شیر میریزم و نصف دیگه‌ش هم آب بهش اضافه میکنم. بذارید من آبم یه دقیقه بیارم. اینم بهش دقیقا اندازه شیری که ریختم بهش آب اضافه میکنم. این صبونه منه، میدونید چند وقته اینو من دارم میخورم؟ این 1 گرم به وزن من اضافه نکرده، انرژی بدنم رو تامین کرده، سیستم گوارش و بیرون ربینام هم خوب کرده. بس اینو شما امتحان بکنید. اما در رابطه با پروتئین، پروتئینی که میتونی کره بادوم هم بگیری، اما در رابطه با پروتئین، پروتئینتون حتما آیزولت بهش میگن به انگلیسی، ایرانی هم ما بهش ایزوله میگیم، میتونید تهیه بکنید. این از این. حالا این الان آماده نمیشه، اینو من شیکش میکنم میذارم تو یخچال، فردا صبح که دارم میرم باشگاه ساعت 5 صبح این چیا سیدا بزرگتر شده، حجمش بیشتر شده،
عرضم به خدمتون اوتمیلمون خیلی نرمتر شده و روانتر. حالا اینو من تکونش بدم و بهتون نشون میدم، میریزم تو این ظرف به چه شکلی در میاد. کم کم زمانی که این بعد بمونه 4 الی 5 ساعته، اما وقتی همه اینا رو با هم میکس کردید 100% بعد توی یخچال نگه دارید، به خصوص حالا ما که استرالیا زندگی میکنیم و هوا گرم شده. ببینید این شد، هیچی هم تشنم، اونقدر خوشمزه و خوشخورا که عاشقش میشی. یعنی من به هر وقت به هر کی تعارف کردم تو باشگاه این چجوری درست میکنی. این از این. بریم با هم دیگه یه غذای رژیمی دیگه همین الان بهش مکمل اضافه بکنم. من دارم تمام تلاشمو میکنم رژیمی بهتون بدم که پوست صورتتون خراب نشه، چروک نیفته، نمیدونم دچار ضعف جسمانی نشید. اینا تجربیات شخصی خودمه. بریم سراغ مرحله بعد. هم بهتون یاد بدم مثل سالاد شیرازی میمونه. تحقیقات استرالیا نشون داده خودش یه فت برنره و اینکه بازم به سیستم گوارشتون تو دایجست کردن کمک میکنه، فیبر بالایی داره و یه عالمه خواص دیگه که وقت نمیشه در موردش صحبت بکنیم. گوجه فرنگی که خودش میبینید دو برابر پرتقال ویتامین C داره، گوجه فرنگی داره، خیار داره، پیاز داره و یک عالمه سبزی جعفری بیش از حد معمول. حالا کاری که میکنم اینا رو تا جایی که میتونم ریفت میکنم. یه چیزی بهتون بگم، تو دوران رژیم غذاهای خام و یه مقدار که میجویی کلافت میکنه، همه رو ریز ریزش بکنی که خوشمزه باشه و مزه‌دار. و یه چی مطلب دیگه هم میخوام بهتون بگم، سماق هم فراموش نکنید. سماق هم بهش بزنید، سماق اصلا یه جادویه تو دوران رژیمتون. اینا رو خرد کنم و برگرد نگاه کنید، اندازه‌ها رو ریز ریز میکنم همه رو مثل سالاد شیرازی کردم. میام سراغ خیار. خیارم اینجوری ورقه باریک میبریم. درست کردن این دقیقاً 4 روز 3 روز میتونید داخل یخچال نگهش دارید، ولی در صورتی که بهش نمک و آب لیمون نزنید. خیارامون یه هوا از پیازامون درشت‌تر. فرنگیرم خوردش کردم، حالا من چند روز دارمش. یعنی یه ذره وقت بذاری برای خودت حالشو میبری. ببینید بعضی از دردها دردهایی که یک بار درمان میشه کل عمرت راحت زندگی میکنی. چاقی هم همینه، باید یه مقداری برای خود وقت بذاری ولی تمام عمرت میتونی لذت ببری. یه بانچ کامل جعفری استفاده کردم که تقریبا این جعفریه 60-70 گرم میشه، اما اینو بعد اونقدر ریز ریزش کنم که بزرگ نباشه. کارمو شروع میکنم با ریز کردنش. اینم از این سبزی هم آماده شد. نگاه کنید حجمش زیاده ولی معرکه میکنه سالادتونه. و اینکه خب به هر حال بدنتون تو دورانی که رژیمی اینو نیاز داره. حالا اینم سماق. سماق هم بهش اضافه میکنه. ببینید یه چیزی بهتون بگم، برای اینکه خوشمزه بشه یه مقدارم ارگانو بهش میزنم. اینم ارگانو. خب من قدیما میگفتم نمک نباید بخوری، ولی با مربی جدید رژیمی که گرفتم یه مقدار نظرم نسبت به نمک، فکر میکردم نمک چربی رو میبنده، چربی رو سفت میکنه، از آب شدن شعله‌گیری میکنه، ولی بدن نیاز داره یه مقداری اصلا تو دورانی که رژیمی گردش خونیت بالا باشه، فشار خونیت بالا باشه. هرحال من یه مقدار خیلی کمم بهش نمک میزنم. اینم من نمک. حالا اینو شروع میکنم با هم دیگه مخلوط کردن. بذارید در انتها مخلوط شد بهتون نشون میدم. روزمرگیمو دارم بهتون نشون میدم، عین حقیقتو. اینو دارید از دهن یه آدمی میشنوید 17 کیلو وزن کم کرده. خودتون دیدید دیگه منو. چه کبابایی میپزم، چه غذاهایی میپزم، ولی هدف دارم. هدفم اینه سیکس پکم در بیاد، بدنم قشنگ بشه. خانمم میگه هرچی پول داری داری خرج میکنی، ولی خدا وکیلی حالا قرض داره، حالا نمیشه گفت قرض نداره. ما پیرامون فقط قسمت سالمش رو صحبت میکنیم. میام سراغ تخم مرغ برای فرداتون. زردیشو در میارید، خب زردیشو در میارید، برش خوشگلم بهش میزنید، به این شکل میاد تو ظرف آماده میشه. نگاه کنید این از این. من غذای فردا رو بچینم، حالا مرحله بعدم بهتون میشه. میریم سراغ مرحله آخر. نگاه کنی سالاد، هر چقدر دوست داری برای خودت سالاد بری، گیری نیستش. هر مقداری که تواناییشو داری حجمشو میگیره، ولی خب زود دایجست میشه میره دیگه.
من همیشه اینجوری پرش میکنم، ولی بهش آب لیمون نمیزنم، آب نندازه حال نمیکنم. لیموارم برعکس بذارید، دو تا تیکه لیمو اینجوری میذارم. اگرم خواستی لاکچریش کنید سه تا لیمو میذارید. اینها سالاد آماده شد، این میره برای فردا ما. بریم حالا سراغ یه غذای دیگه که کنار این بزنیم حالشو ببریم. زردارم من نمیخورم، ولی پاپیام عاشق زرد تخم مرغم، میدم بهشون عشق میکنن. قناریامونم خیلی دوست دارن زرد تخم مرغ، به قناریامونم میدیم. خب اینا رو بذارم کنار، برم دیگه متریال بعدی رو بیارم. این که دارم بهتون یاد میدم هم بعد شام میتونید استفاده بکنید، هم برای نهار میتونید جاشو با مرغ و فیله ماهی عوض بکنید، ولی سبک پخت هر دوشون به یه شکله. اگه خواستید ماهی به همین شکل گریل میکنید، گوشت بود گریل میکنید و چیکن مرغم بود گریل میکنید. ببینید این گوشتی که من گرفتم یه مقداری این گوشت گرونیه. خب چربیاشو صاف میکنم، چربی اینو من صافش میکنم. حالا زیادم مهم نیست، اینو کنار بذارم. خب حالا اینو به عنوان مثلا پاک شده به ما دادم، این چربی ها روشو ور میدارم. شروع میکنم برش هایی به این شکل زدن. نگاه کنید، اولی همیشه بد برش بهش میگه، اولی بد برشه ولی باقیش اوکیه. نگاه کنید، میخوابونی رو بعدی به صورت اوریب میبرش. البته اینو بهتون بگم، من گوشت گوسفند گرفتم، این لمبک استرپ فیله پشتشه، ولی حالا شما گوش ارزون تر هم بخواید، این خداوکیلی آف خورده بود من گرفتم. همیشه کیلو 36 دلار بود، شده به 16 دلار. من آف چون آف خورده بود گرفتم، به خاطر همین اگه ببینم آف خورده همیشه یه دفعه 4-5 کیلو میگیرم ازش و تو دورانی که رژیمم استفاده میکنم، چون بهترین و نرمترینه. اما حالا بستگی به شرایط مالیتون میتونید گوشتای مثلا ارزون تر هم بگیرید. حالا چیزی که به این میزنیم چیز زیادی نیستش. نگاه کنید، حالا چهر میشم، حالا دوتا تیکه هم افتاد، من زیاد اونجوری نیستم روش میگم، اصلا بوه همون چربی هم کمک میکنه، ولی چون میخوام اینو فردا استفادهش بکنم یه کوچولو نمک همین هم میبینید، یه هم فلفل سیاه داشتید. الان گریل رو داغ میکنم و اینو گریلش میکنم بهتون نشون میدم. نکته گریل رو حرارتش رو بذارید داغ داغ، ببینید دست میزنی مشخصه. حالا من اویل اسپری دارم، یه اسپری بکنی نگاه کنی همین اندازه کافیه، اونم نصفش رفت رو هوا. میبینی این دیگه هیچی نداره. ولی اینا رو بهتون بگم 100% نباید بپزی، اگه بپزی چویی میشه. میدیوم تو ولدان بهترین اندازش براش، اما اگرم بعضی ها تو این شرایط نمیتونن بخورن اینو، حالا وزنش هم بهتون میگم، وزنش برای هر وعده 200 گرم نیاز به پروتئین دارید. حالا یا میتونه گوشت باشه، یا میتونه مرغ باشه، یا میتونه ماهی باشه. بازم اگه نداشتی تون ماهی که تو آب باشه میتونید 150 گرم استفاده کنید. اینم اوکیه. نگاه کنید رنگش در جا تغییر کرد، تو تغییر کرد برش میگرد میگرد. من اینجوری دوست دارم باشه. حالا اینو من میپزم و بهتون نشون میدم که چقدر ساده پخته میشه و اینم بسته‌بندی میکنم برای فردا. نگاه کنید میبینید هنوز یه مقداری پینکیه، ولی ببینید چقدر راحت جدا میشه. گوشت ببینید چقدر نرمه. حتی فردا من میخوام سر کار ببرم، باورتون نمیشه، بعض وقتا تو مایکروویو داغش میکنم و انگار نه انگار، خیلی هم باحال. ولی به هر حال میتونید به صورت روزانه هم استفاده کنید. اینا رو نگاه کنید، برمیدارم آروم میچینم اینجا. اما برای اینکه غذاتون بورینگ نشه، حوصله سربر نشه، دلتون رو نزنه، باید یه چیزایی هم کنارش بذارید. این قارچا رو هم دیدید گریل کردم بدون اینکه روغنی استفاده بکنم. اینم از این، اینم نخود فرنگی پخته است، یه هویجم توش انداختم برای اینکه خوشمزه بشه. ببینید نخود فرنگیش درشته. این از این بذارید کولدان بشه، خنک بشه، بعد درش رو ببندید. نگاه کنید الان این کولدان شده، نگاه کنید گوشت ببینید عینان پنبه میمونه. فردا هم بخوای بخوری اذیت نمیشی. من عاشق ریحونم، چند تا ریحونم میذارم روش، شد غذای ما. نگاه کن راحت ایزی، به قول اینجا یا میگن ایزی پیزی جا کنید. به همین راحتی جای این مرغ، ماهی، تونه ماهی، همه چی میتونی استفاده بکنی. اگه گوشت کانگورو میخورید، استرالیا هستید، های پروتئین نامبر وان، لو فت، اصلا فت نداره، میتونید گوشت کانگورو استفاده بکنید. نه
یه مقداری خواستید لاکچری ترش بکنی، گوشت بوقلمون هم عالیه. هی تنوع بدید که تغییر بکنه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. تا برنامه بعد، خدا رو نگهدار.